سلام رفقای خوب، پایه و دوست داشتنی. ایسوز آروجی استریکس جی اولین آروجیه که روی چنل من آنباکس میشه. مسعود اینجاست و این چنل بی پرو. لطفاً چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید که اگر نوتیفیکیشن واسه ویدیوی جدید اومد حتما شما هم مطلع بشید. بریم سراغ آنباکسش و اول از جعبه شروع کنیم. برندینگ استریکس رو روی جعبه داریم، یه جعبه مقواتوری، ترند این روزهای اصلا کلن مارکت صنعت بسته‌بندی که خیلی هم یه حس نوستالژی داره و خیلی خفنه. ولی پشت جعبه چیزی که داریم یه گرافیک انیمیشن کار شده روی جعبه است که الان کلوز آپش رو دارید میبینید و یه حس گیمینگ خیلی خوبی منتقل میکنه. جعبه رو بخوابونم. مواقع که من در جعبه رو اشتباهی برعکس باز میکنم اون درش کاملا مشخصه که چجوری باز میشه. یه جعبه اصلی رو درش رو باز میکنیم، می‌ذارم بشین پایین. من تا حالا حتی از نزدیک با یه دونه ایسوز آروجی حتی کار هم نکردم. بعدا بهتون میگم که لیبل استریکس دقیقا کجا وای میسته. میدونید که توی چنل که الان لینکشو بالا گذاشتم تاف گیمین رو آنباکس کردم که خیلی لپتاپ خفنیه، ولی خب قطعا آروجی توی برندینگ لیبلش بالاتره و اصلا کلن لاینش لاین متفاوت تری هستش. وقتی که در جعبه رو باز میکنید دقیقا لپتاپ همین رو هستش به این شکل و دور تا دورش یه سری نوشته داره که جعبهش رو خیلی خیلی خوشگل کرده. یه دونه فلش اینجا داریم که احتمالا داره به اون نشون میده که درش اینطوری باز میشه. وقتی که اینجوری میدیمش جلو در جعبه خود لپتاپ میاد بالاتر و یه جورایی میاد پیل. کلی مشمع پیچیدن داره. و برش میداری اینجا یه دونه گرافیک خیلی خفن کار شده. زیر جعبه کابل شارژر، یه دونه شارژر بزرگه 280 وات این هم جعبه هارد و SSD که توی کاستوم بهش اضافه شده که کانفیگش رو بهتون میگم. اینجا جای کاتالوگاشه و دیگر هیچ. من یکم میزو خلوت کردم و از اینجا به بعد دیگه بررسیمون شروع میشه. این شمای پشته، یعنی در واقع زیر لپتاپه. وقتی بهش نگاه میکنید حس سطح مادربورد و چیپست و این چیزها رو بهتون القا میکنه. اگه بخوام تست توزیع وزنش رو بریم، خیلی حرفه‌ای، این کاملا تست توزیع وزن رو پاس میکنه. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، مخصوصا توی جعبه. موقعی که بلندش میکنید اصلا انگار دارید مثلا یه دمبل رو بلند میکنید، اینقدر سنگینه. توی جعبه فوق العاده دستگاه سنگینیه. 16 اینچ مانیتور داره، پس میدونیم که سطح کیبورد وایدی داره، ولی هیچ خبری از نامبر پد کنار کیبورد نیست و چون نامبر پد وجود نداره بچه‌ها، سطح کیبورد فاصله بین دکمه ها بیشتر از لپتاپ های حالا معمول توی بازاره که دیدیم، حتی گیمینگ ها. خب این لپتاپ کاستوم گیمینگه، به خاطر همین اون با خیال راحت تر ایسوس اون نامبر پد دست راست رو حذفش کرده. از کانفیگش بخوام بهتون بگم، کانفیگ کاملا هیولا،
یه دونه i7 نسل 13 سری HEX، گرافیک 4060 RTX 8 گیگ که اصلا فکر نمی کنم هیچ گیمی رو یا هیچ کار گرافیکی رو بخواد زمین بذاره، 32 گیگ رم و 1 ترابایت SSD M2 و کارت گرافیکش هم قابلیت جی سینک رو داره روی سری، در واقع روی نسل 4 RTX. چیزایی که خیلی تو ذوق میزنه، دوتا لولا اینجا داره برای مانیتور، شبیه لولای در کموده. یه سری چیزا رو من کلا رو آلرژی نمیفهمم، اینم کنار اونا نمیفهمم، شبیه دقیقا شبیه لولای کابینت آشپزخونه است. این از این. و در نهایت بریم سراغ پورت ها. وقتی میری سراغ پورت ها به طرز خیلی عجیبی میخوره توی ذوقت، یعنی داری لپتاپ گیمی میخری و میخوای با لپتاپت طوری باشه که کابل ها رو منیج بکنی، انتظار داری که همه ی پورت ها پشت لپتاپ باشن ولی همه ی پورت ها بغل لپتاپ هن. چرا؟ واقعا چرا؟ بعد الان این لپتاپ دقیقا شبیه لژیون 5 پرو و لژیون 7 پرو از برند لنوو، اگر به این قسمت نگاه کنید پشت مانیتور داره. الان این برای چیه؟ این برای اینه که آیا شما پورت ها رو آوردی پشت منیج بکنی که هیچ پورتی این پشت وجود نداره. اگه پورت ها رو نیاوردی این پشت مدیریتشون بکنی، پس این برای چیه؟ اینه که یه سری ضعف های در واقع تکنیکال دیده میشه. به هر حال پورت ها دست چپ هستن، پورت لن رو داریم، پورت HDMI رو داریم، دو تا پورت USB Type-C Thunderbolt 4 داریم و پورت اینتگریتد میکروفون و هدفون رو داریم و یه دونه پورت ادپتر برای پاور ساپلای. این دست لپتاپ دو تا پورت معمولی USB داریم، یعنی تایپ A USB حالا 3.2. چیزی که وجود داره نمیفهممش. کانفیگش خیلی خوبه، به هر جهتی که فکر کنی کارو برات در میاره. قیمت حدود 75 میلیون تومان برای همین کاستومی که بهتون گفتم، ولی اصلا نمیفهمم. یعنی وقتی که میذارمش کنار مثلا لژیون 5 پرو، لژیون 7 پرو، لژیون 7 اسلیم، یعنی حالا اینا برند هایی هستن که توی گیمینگ نسل 13شون توی بازار هستش، من آروجی استریکس جی رو نمیفهمم. ولی بیخیال بشه، یه دیسپلی IPS مات 16 اینچ، فن سگانه با کمترین نویز ممکن و با ماکسیموم ایرفلو، یعنی ساراند دور تا دور این لپتاپ در واقع مکش و دمشه، هوا داره انجام میشه برای بهترین پرفورمنس برای کولینگ. و من معتقدم با 75 تومن یکی از بهترین گزینه های خریده. یعنی اگر بخوای 75 میلیون تومن پول بدی، آروجی استریکس یکی از بهترین انتخاب ها و حتی میتونم بگم اقتصادی ترین انتخاب هایی که میتونید انجام بدید تا 4-5 سال خیلی تمیز و بی درد سر کارو براتون در میاره، فوق العاده خفنه. ولی من اونطوری که میخواستم از آروجی سورپرایز بشم، یعنی من از تاف خیلی سورپرایز شدم. نمیدونم، شاید در مورد تاف توقعم پایین بود، شاید در مورد آروجی خیلی توقعم بالا بود، ولی نه اونطوری که فکر میکردم هیجان انگیز نبودش. یعنی به خاطر همینم نمیتونم چه حسی رو به شما منتقل بکنم که آو خیلی خفن بود و بچه ها اصلا همچین چیزی نیست و فلان و اینا. نه، یه سری ضعف ها وجود داره توش که اصلا من باهاش، حتی اگه بخوام باهاتون صادق باشم بچه ها، حتی باهاش حالم نکردم. ولی گفتم که آنباکسش بکنم
که حالا توی سایتی توی سوشال مدیا مثلا آروجی استریکس جی دیدید دیگه مثلا یه دفعه فکر نکنید که اوه این خیلی چیز خفنی و اینا. اگر بخوام دقیقا بهتون گرا بدم که استریکس یعنی لاین استریکس کجا وایمیسته، اینجوری در نظر بگیرید که یه چیزی بین تاف گیمینگ ایسوس و آروجی زفیروس وایمیسته اگه بخوام دقیقا جاشو بهتون بگم. و اگه بخوام یه پله بالاتر بریم اینطوری میتونم بهت بگم که میتونی جای این گزینه با قیمت پایین تر بری سراغ لژیون 5 پرو و حالا با یه کانفیگ یه کوچولو پایین تر و حتی بری سراغ تاف گیمینگ. ولی اگر میخوای بیشتر از این هزینه بکنی تا 100 تومن به نظر من بهترین گزینه لژیون 7 پرو و آروجی زفیروس هستش که بخوای بری بابت اونا پول بدی، خیلی منطقی تره. و بچه ها این یه چیز سلیقه‌ایه، من خودم با اینطوری بهتون بگم که با بادی این لپتاپ اصلا حال نکردم و این کاملا یه چیز سلیقه‌ایه. وقتتون رو نمیگیرم، این ویدیو رو فکر میکنم حدود ساعت 3 صبح که دارم ضبط میکنم. لطفاً فراموش نکنید که چنل رو سابسکرایب بکنید و لطفاً حتماً در مورد این لپتاپ نظرتون رو برای من کامنت بکنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.